دوازدهم فروردین ماه سیلاب، یک نفر به داد ما نمیرسه، گیر افتادیم سر پشت بون. مردم لرستان در محاصره سیلاب. این فیلم رو برای بی بی سی فارسی میگیرم. اینجا روستای علی آباد شهرستان عزیز. امروز سیل در استان لرستان و دیگر استانهای غربی و جنوب غربی شدت گرفت. خسارت سنگین، بحران ادامه دار. حرکت کنید برید. عالی محترم، سریع تخلیه کنید. رودخانه طغیان کرده. صبح امروز به ساکنان نزدیک خرمرود در خرم‌آباد هشدار داده شد که خانه ها را ترک کنند و در نقاط امن پناه بگیرند. رودخانه شهر به دلیل شدت باران طغیان کرده و آب وارد خانه ها شده. اما برای بعضی ظاهراً سیل سرگرمی هم دارد. سلام، امروز دوشنبه 12 فروردین ماه 1398. این آدمایی رو که میبینید تو مسیر سیلاب قرار گرفتن، دارن ماهی میگیرن. ببینید تو این شرایطی که این همه هشدار داده میشه توی شهر تردد نکنید، سیل خطرناکه، دارن ماهی میگیرن. این روستای چمشهران است. آب تا سقف خانه ها بالا رفته و عده‌ای فرار کردند، اما شاید هنوز کسی زیر آب محبوس باشد. ساختمان ها همه زیر آب، ولی که اصلا کسی خبر نداره. مردم شهرستان پل دختر مستعصل و بیمناک. گزارش‌ها نشان می‌دهند بخش غربی شهرستان پل دختر زیر آب رفته. راه‌های ارتباطی پل دختر و فرودگاه خرم‌آباد امروز بسته شدند و امکان امداد رسانی هوایی و زمینی به مناطق سیل‌زده وجود نداشت. دولت وزیر راه و شهرسازی را مأمور کرد تا در استان لرستان بماند و به کنترل شرایط کمک کند. تلفنی صحبت کردم، هم وزیر راه که همراهم بود، گفتم در خرم‌آباد بماند. آقای جهانگیری قرار بود امروز به ایلام هم سفر کند، اما این سفر به خاطر شرایط بد جوی لغو شد. سازمان هلال احمر میگوید در 2 روز گذشته 23 استان با خطر سیل دست و پنجه نرم کردند و زندگی در بیش از 100 شهر و روستا و منطقه عشایر نشین مختل شده. در کرمانشاه دسترسی به بیش از 100 روستا مسدود شده. تصاویر نشان می‌دهند که خیابان‌ها و میدان‌های شهر دچار آب گرفتگی شدند. نیروهای ارتش اینجا در خیابان‌ها هستند برای کمک رسانی و برقراری امنیت. امروز 12 فروردینه. ساعت 3:30 بعد از ظهر من اومدم حاشیه کارون. در خوزستان هم حاشیه رودخانه ها در معرض خطر قرار دارند و ده ها روستا تخلیه شده. آب گرفتگی در همدان. پلیس راه همدان اعلام کرده که شکستن یک پل بر اثر برخورد جرثقیل موجب مسدود شدن جاده همدان به تهران شده. وضعیت خیلی بد داره میشه، ماشینا دیگه نمیتونن ادامه بدن. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سیلاب به تهران هم رسیده و تردد را دچار مشکل کرده. با عرض سلام، اینجا سنندج، 12/1/1398. حالا با فرارسیدن شب، باران‌ها تبدیل به برف می‌شوند. در بعضی از استان‌ها برف رفت آمد و کمک رسانی را دشوار کرده. سرما امشب خواب از چشمان سیل زدگان خواهد رو بود. 2 هفته سیل بیامان در بیشتر استانهای ایران بیش از 25,000 خانه را تخریب کرده و به نظر می رسد سر ایستادن ندارد. پیش بینی می شود که بارندگی این هفته هم ادامه داشته باشد. بیش از همه در استانهای غربی و جنوب غربی. شیدا هوشمندی، BBC.